جناب آقای مشیری شبتون خوش. درود بر شما جناب موری گرامی، خیلی مرحمت میکنین. درود میفتم خدمت شما و هموطنان، همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران. امیدوارم خسته نباشید. خیلی ممنونم آقای مشیری عزیز. آقای مشیری جناب بابا، آقای خان بابا تهرانی، بله فایل مصاحبه‌ای رو امروز برای من فرستادن که وقتی اون رو باز کردم دیدم مصاحبه شماست با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه و بعدم لحظات دیگر یک فایل دیگر آمد از سوی آقای آل احمد، اون هم مصاحبه شما بود در اونجا. مصاحبتون نیست که سرصدا کرده نه؟ بله من خیلی خوشحالم که یک مرد مجرب و دانا مثل آقای تهرانی توجه کردن و انقدر اهمیت دادن که خدمت شما بفرستن، دوست گرامی، و همچنین آقای آل احمد. بله یک مصاحبه ای بود با ایشان در ارتباط با عرض کنم که اسلام و بعض مطالب مربوط به آن که قریب 2 ساعت طول کشید و به هر صورت سوالهایی داشتن ایشون، من هم جواب دادم مبتنی بر مستندات خود اسلام، معتبرترین تاریخ های اسلام. یعنی اون چه ما گفتیم در این چند سال خدمت هموطنان در باب اسلام و احکام اسلام و تاریخ اسلام و پیدایش اسلام و عملکردهای بنیانگذاران اسلام، هیچ کدام از مخترعات مخلص نبوده و همه اینها مبتنی بر مستندات خیلی خیلی نیرومند تاریخ اسلام بوده است که خود آقایان ملایان اینها برای قرنها این آثار رو تأیید کردند. البته اون چه می‌خواستند از اینها بیرون می‌کشیدند، اون چه به نفعشان بود و این تاریخ‌ها رو تأیید کردند. این است که عرض می‌شود که منتها در از دست جامعه دور بوده تاریخ طبری، تاریخ‌های دو واقعی، مدائنی، ابن هشام، عرض می کنم که ابن خلدون، مسعودی، گردیزی، اینا همه کتاب های بوده است که از دسترس، عرض می کنم که جمهور مردمان ما دور بوده و بسیار تازگی دارد گفتن اینها و عرض می کنم که دوچار حیرت هم همیتنا می شود. و این هفته هم ایشون باز دعوت کردن که ما در باب زن در تاریخ اسلام صحبت کنیم که حقیقتاً این گفتنی است و شنیدنی است. این داستان عرض میکنم که زن در تاریخ اسلام، این سوژه مورد علاقه ما هم هست، میخواستم مطرح کنم. آقای مشیری چه فرصت یگانه است. بله خیلی مهم هست این مطلب به جهت اینکه زنان ما، مادران ما، خواهران ما زیر در واقع سیطره وحشیانه ترین و عقب افتاده ترین قوانین جهان میتونم بگم مبارزه میکنن و این موضوع بسیار واسه باید بهش پرداخته بشه گرامی. یعنی در واقع زنان ایران هرگز زیر چنین سیطره خوفناکی نبودن؟ نه، درود بر زنان. حقیقتاً چون نیست بنگریم شاخصترین مبارزان ایران در این 32 سال از این ادبار تاریخی زنان دلاور ما بودن. حقیقتا این رو من از صمیم قلب عرض میکنم و گفت اون چه عیان است، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. و نباید هم در واقع سر تسلیم در مقابل این خشونت و این عقب افتادگی و این توهین به شخصیت انسانی و شرافت انسانی رو تحمل کرد. آقای مشیری چند سال پیش من مقاله یک نویسنده فرانسوی نویس مراکشی رو ترجمه کردم درباره رابطه جمهوری اسلامی با زن. یعنی محور کلامش این بود که زن منبع گناه است و دیدارش هوس انگیز، که هوس هم شروع گناه است، بنابراین باید او رو تا ممکن است پوشیده نگه داشت. خیلی مطلب جالبی بود. بله، حالا ایشان خیلی محترمانه گفته و عرض می شود که ادیبانه گفته. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که در تاریخ‌های قدیم نمی نوشتن زن، می گفتن عورت، که البته عورت یعنی آلت جنسی، و من شرمسارم از این که بگویم زن در اسلام
در واقع متمرکز است در عضو جنسی. در موضوع فرض کنین عقد ازدواج همین هست، در واقع اون چه عاقد میگوید آن است که این خانم عضو جنسی شو در اختیار این مرد میگذارد در مقابل فلان مبلغ. در واقع این اهانت است. این واقعا چگونه عرض کنم؟ اهانت که چه عرض کنم؟ این داستان بایستی برچیده بشه، این توهین بایستی جمع بشه. آقای مهری ببینید، این داستان دروغ رو، یعنی این اسلام پناهان، به محض این که شما سخن از این عرض می کنم که قوانین واقعا بیابانی عقب افتاده می کنید، بلا فاصله می گویند زن حقوق نداشته است و پرچم اینها این هست که اعراب دختران را زنده به گور می کردن و عرض می کنم که تا اینه که جزیره العرب به نور اسلام منور شد، زن داره حقوق شد. کدام حقوق آقای موری؟ این دروغ تاریخی رو هموطنان ما نبایستی بپذیرن. ما میپذیرفتیم، بچه بودیم، به لحاظ این که میترسیدیم، به لحاظ این که نمیدانستیم. و این داستان اسلام عزیز با این همه هزینه‌ای که جانی و مالی و شرافتی ملت ایران داده، بایستی تک تک این قوانینش، تک تک این آیات قرآنیش، اینا باید مورد نه قرار بگیره. ما ببینیم در این توبره چه بوده، در این توبره 1400-500 ساله چه بوده، در این کتاب چه بوده. و اینو میگم، باید پرسید که اگر اعراب دختران خود رو به گور میکردن، تبار و نژاد عرب از کجا آمد، توالد و تناسل چگونه بود. ما این رو در دنیای عرب مثل چین امروز و مثل هندوستان امروز که اینها مقابل چشمان ما هستن، اینها بعض خانواده ها به لحاظ فرهنگی و به لحاظ رسوم که بود و اینها به لحاظ فقری که حاکم بود، اینها نمیتوانستن دختر را نگهداری بکنن، بسیار شاذ و نادر. در حالی که ما وقتی به این شعرهای عرب مراجعه کنیم، به تاریخ زنان عرب پیش از اسلام مراجعه کنیم، در میابیم که در واقع حقوق زنان به وجهی بود که اینها میتوانستن در مراتب بالای جامعه اونجا در فلکانهای ترقی را طی بکنن و مورد احترام جامعه واقع بشن. نمونه هاش ام جندب در واقع یک زن حکیم و شاعر بود و همسر امرالقیس مشهور بود و به حکمیت شعرها شعر خود رو نزد او می بردن. خدیجه بنت خویل یک شاعر دیگری است که بزرگترین تاجران عرب بود یا تجار عرب بود. و ما در اونجا در واقع چند زن بزرگ در اون مقطع داریم که اینها نبرد کردن. یک زن پیامبر ما داریم که دعای پیامبری خرد سجاه، و این زن عرض شود که بیشتر از 30,000 پیرو پیدا کرد، خیلی سریعتر از بنیانگذار اسلام. یعنی اگر بنیانگذار اسلام 70-80 نفر ظرف 13 سال بیشتر پیرو نداشت، این زن در اندک مدتی بیشتر از 30,000 نفر پیرو پیدا کرد. و بعد ما در همون مقطع خدمت شما عرض کنم که ما سلما رو داریم، زنی که آمد و او رو به بردگی کشیده بودند، چون میدانید که مردمان آزاد رو برده می کردن، می فروختن یا خود به کار می گماردن، مانند بعض بزرگان ایران، هرمزان، اینها. باری این زن همونطور که عرض کردم در این مصاحبه، اینها خوش خدمتی می کند برای اینکه فرصتی به دست بیاره. از بزرگواران عرب بود، پدر او از بزرگانان قبایل بود، از بزرگان قبایل بود، باری از بزرگان رؤسای قبایل در واقع عرض کنم. این است که یه روز می گوید که به من مرخصی بدهید تا برم پدر و مادرم هم مسلمان کنم. و این چون این ننگ رو بر نمیتافته، در اونجا سپاه جمع‌آوری کرده و چندین مرتبه سپاه اسلام رو هم شکست داده، یعنی اون سپاه به فرماندهی سلما بود، تا اینها دیگر پرزورترین جنرالشون رو که در واقع خالد بن ولید بود که داستان جنرال مشهور هست، فرستن زنش شکست دادن. عایشه بنت ابوبکر یک نمونه دیگری است که در واقع با همون ذهنیت بود و هنوز این احکام عقب افتاده حاکم بر جامعه نبود به صورت احکام جزمی، عایشه 30,000 اعراب رو بخته گرفت و اونقدر وفادار به او بودن و فرماندهی او رو پذیرفته بودن که مشهور است بیشتر از 100 دست قصد شد که مهار شطور او رو گرفته بودن و رها نمی کرد. منظور این که در اون مکتب و پیش از آن در این اشعار عرب ما در بیاریم که چه میزان عاشق زنان بودن اعراب، و این شعری که از جاهلیت باقی است حاکی از این هست. از این گذشته با وجود دختران در واقع قبیله ثروتمندتر و بزرگتر میشد و در واقع به عنوان یک ثروت خارق‌العاده به حساب می آمد. این است که اونچه زنده به گوری نامیده می شود
در واقع از روزگار اسلام شده، به گمان من زنده به گوری حقیقی از زمانی است که عرض می‌کنم این احکام حاکم شده است بر جامعه. این زنده گوری بوده است تا به امروز. یعنی ما می‌خوام خدمت شما عرض کنم که هرگز زنی نظیر خدیجه، هرگز زنی نظیر عایشه پیدا نشد. و یک نکته ای رو که فکر میکنم مخلص اولین کس بوده است که این رو مطرح کرده، اون این هست که ما به داستانهای رومانسهای بزرگ، عشقهای بزرگ نگاه کنیم در کل منطقه، همه اینها مربوط به دوران قبل از اسلام هستن، چون زن محترم بود و عرض میکنم که عشق اتفاق میفتاد. بعد از اسلام به واسطه این که زن رو به صورت یک کالا خرید و فروش کردن، هرگز عشقی به وجود نیامده. شما یک داستان عشقی بعد از اسلام ندارید. اون چه ما داریم، ویس و رامین، خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، و عرض میکنم که بیژن و منیژه، همه این داستان، زال و رودابه، همه اینها مربوط به میتولوژی هست یا مربوط به تاریخ قبل از اسلام هست. بعدش دیگه ما داریم کسانی که عاشق پسران شدن، از بس وجود زن رو بیارزش کردن و در واقع مانند یک کالا. شما یک، نه، دو، سه، چهار در شیعه تا بخواهید صیغه و اینها، این زن، وجود زن دیگه چیزی نبود که بیارزد که عاشق او شد. اینا همه بدبختی ها بر سر عرض میکنم همین قوانین بود. من شرم دارم آقای مهری خدمت شما عرض کنم که دیه کامل خون یک زن، خون یک انسان، دیه کامل صد شطور هست. یعنی اگر یک مرد رو بکشن دیهش صد شطوره، و اگر یک زن رو بکشن دیهش 50 شطوره. باز من بسیار شرمسارم که عرض کنم بیزه چپ مرد وقتی که قطع بشه دیهش در واقع 2/3 یا 66 شطوره. یعنی بیزه چپ خلخالی عرض میکنم که 16 شطور از ماریکوری مثلا فرض کنیم بالاتره. شما فکرشو بکنید، از اساسا غیر قابل تحمل همچین چیزی. و بعد عرض میشود که بیزه راست 1/3، و این در واقع این تقسیم بندی ها ارزش ها. و بعد میگوید که این قطع بیزه فرق میکند تف باشد، پیر باشد یا انین باشد. یعنی اون که یک پیرمرد 90 ساله که در دروازه مرد ایستاده، بیزه چپش ارزشش عرض میکنم از یک زن بیشتر هست. این قوانین زن هست. حالا شما بیاید با اینا صحبت کنید، یا فرض فرمایید که در موقع در حوزه مکافات اینها میگوین دختر 9 سالگی بالغ است، پسر 14 سالگی. بسیار خوب، در این قوانینشون یا 15 سالگی، یعنی پسر بایستی 15 ساله باشد تا عملی انجام بده بشه برو مکافات کرد، دختر 9 سالگی. شما فکرشو بکنید اونجا که به مکافات رو، یا این که اگر دختر دزدی کرد در همون سن 4 انگشتش رو قطع بکنن، در سن دوم 4 انگشت پای چپش رو قطع بکنن. از این جور مسائل بسیار مضحک و بسیار عرض میکنن که بیابانی چگونه است. حتی اینها قادر به جمع اعداد کسری نبودن، این بنیانگذاران این پیشوان اسلام، نمیتوانستن 1/3 و 1/2 رو جمع بکنن. یعنی وقتی که شما در موضوع است این اعداد رو در قرآن جمع میکنید 100% نمیشود، چون این در واقع ریاضیات این قضیه رو عرض میکنم نمیدانستن. یا در مورد فرض کنید قذف، حد قذف که قذف به معنای دروغ بستن جنسی، یعنی کسی بگوید که من دیدم فلان به فلان زنا میکرده، اینا جرمش 80 تازیان است. یک مورد خیلی مشهور هست که عرض میکنم در باب مغیرت ابن شعبه که داستانش خیلی مشهوره، حالا من واردش نمیشم، که آمد غلامی داشت و به اون در واقع عرض شد که دروغ بست یا راست گفت، ولی شاهدان نتوانستن اینها رو به اثبات برسنن. عمر اینها رو حد قصد زده و این مغیره رو رها کرده. میگوید که اگر پدری آمد و گفت به اطفالش نسبت قصد داد این پدر و بعد ثابت شد که دروغ بوده، مکافاتی نمیشه. در حالی که اگر زن دید، خب عرض کنم که همون 80 ضرب شلاق رو بایستی بخوره. یا در باب ارث به عنوان مثال، یا در باب شهادت که دو چشم زن برابر یک چشم مرد است، یعنی اگر یک بانو دید که یک کسی رو به قتل میرسانن، این مورد قبول نیست، مگر اینکه عرض میکنم که دو تن مرد باشن و شهادت بدن. و اساسا میخوام خدمت شما عرض کنم علت اینها رو میتوان فهمید که چه بوده. و اون اگر که وضعیت مدینه حالت عادی داشت و مردان و زنان هر دو در تولید اقتصاد اینها شریک بودن، اگر چنین چیزی نمی آمد. این بدون جهت بوده است که درآمد اسلام غارت بوده، پلاندر به قول روبرت راسل میگوید قوه محرکه پشت سر سپاهیان اسلام دزدی در جنگ بوده، یعنی پلاندر و غنیمت در واقع همون غنیمت است، و
و بهره کشی جنسی. بنابراین کسانی که شمشیر به دست می گرفتن، درآمد اینها این بود که رومیا رو غارت بکنن، فلسطینیا و مصریا و ایرانیان رو. خب البته زنان نمی توانستن که در این کارها مشارکت بکنن، شمشیر بکشن و در غارت ها شرکت بکنن. این است که این موارد در اونجا به این وجه آمده. و خود این داستان چیز هم کم ادواری نیست، همین داستان حجاب که یک سر زن را از حالت های اجتماعی بیرون کرده و در یک گوشه گذاشته. و تعجب من اینجا عرض میکنم که این هست که چگونه مردان ایران چنین توهینی رو در حق زنان تحمل میکنن. واقعا شگفت انگیزه چگونه بچه های ایران میره من در این استادیوم ها فوتبال بازی میکنن با شور و نشاط، در حالی که خواهران اینها رو راه نمیدن. و من شنیدم که قرار است که عرض کنم که دبیرستان ها نمیدن دانشگاه ها رو زنان مردانه بکنن. شما در تمام این تاریخ اسلام که نگاه بکنید، همین شیوه چند زنی و این رفتارهایی که پیشنهاد شده و اینکه مرد میتواند زنش رو طلاق بدهد و اصلا خبری ندهد، اینها یک چیزهای بسیار 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 ارتجاعی است آقای مهری، که اینها آمدن امروز در مملکت ما ایران با اون سابقه تاریخی، حداقل این سابقه مشروطه و این آزادی که به زنان داده شده بوده، اینها آمدن و به این زنان بزرگوار وطن ما چنین چیزها رو تحمیل میکنن. من یک عرض کنم که فیلمی بود از همدان، یک دختر خانمی در اتومبیلش بود، چند تا از این عرض میکنم بسیجی ها یا هرچه بودن نگاه کردن در داخل اتومبیل، گویا نمیدانم حجاب چگونه بود که این دختر رو با خشونت اهانت بیرون کشیدن و با یک وضعیت بسیار توهین‌آمیزی پرتاب کردن در یک اتومبیل رو بردن. من فکر نمی کنم این ضربات روحی که به این خواهران و مادران ما وارد میکنن بدین وجه تا آخر عمر بتواند اینها التیام پیدا بکنن. و بسیار کسان بودند که از زندانهای رژیم بیرون آمدن، تجاوزها که شده است، ما نگاه میکنیم به اینها، میگوید که وقتی که آقا میخواست به ما تجاوز بکنه میگفت یا فاطمه از ما قبول کن، خدایا از ما قبول کن. حالا اینها یعنی امور فاشیستی و شکنجه که اینها در واقع اسباب دست همه رژیم های فاشیستی است، با این احکام به هم آمیخته یک معجون خارق العاده آقای مهری به وجود آورده است که فکر میکنم در تاریخ بی‌نظیر باشه. آقای مشیری، این درسته که یکی از مورخان جهان عرب ثابت کرده است که عصر جاهلیت یک گفته موهوم است و اعراب هرگز در جاهلیت نزیستند؟ درود بر شما آقای موری. این عرض می شود که ما اگر نگاه کنیم به صدر اسلام، ببینید اعراب مردمان گردن فراز مغرور و بسیار بسیار آزاده بودند. هرگز هیچ کس این اعراب رو به بند اسارت نکشید جز اسلام. این که اینها شهرهای آباد و ثروتمند نداشتند و کسانی که به این منطقه حمله می کردن مثل اسکندر مقدونی، مثل بعض اوقات دولتهای ایرانی، هیچ کس سراغ اینا نرفت. اینا یک سر مردمان آزادی بودند، البته بسیاری از اینا فقیر بودند، اما کسانی که در یمن بودند و اون کسانی که در مکه بودند و این مرد شهرها بودند، بین اینها آدمهای بزرگ پیدا می شد، رؤسای قبایل، شاهزادگان داشتند. اینها چنین نبود که می گوید. مگر نگاه کنیم به این شخصیت های صدر اسلام که اینها بزرگترین شخصیت ها در طول تاریخ اسلام عزیز تا امروز هست، همه اینها زادگان روزگار قبل از اسلام که به غلط جاهلیت میگویند. عمر، ابو عبیده جراح، خالد ابن ولید، حمزه ابن عبدالمطلب، محمد ابن عبدالله، علی ابن ابی طالب، همه اینها زادگان و پروردگان روزگار جاهلی بودند به قول خودشان. این داستان جاهلی رو در واقع بدون جهت گفتن که یک برچسبی بزنن به تاریخ و فرهنگ عرب. و فکر میکنم مرحوم زرینکوب بود که در یک جا نوشته است که اینها اگر اثری هم بود اینها از بین بردن، به جهت اینکه نشان بدهند همش هر چه بوده ظلمت بوده است و جهالت بوده و این اسلام بوده که آمده است اینها رو به نور خود منور کرده. در حالی که ما شخصیت های بزرگ در جاست مردان دلاور در اونجا سراغ داریم، تجار بزرگ در اونجا سراغ، سیاستمداران بزرگ مثل ابو سفیان و معاویه، همه اینها زادگان جاهلیت بودن. یک جنرال بزرگ مثل خالد ابن ولید، حالا جنرالاتش یک طرف، اما پیروزی هاش در جنگ، این در واقع نبوغ نظامیش نشون میده، در روزگار جاهلی بزرگ شده. عمرو ابن عبدود، انتره، شعرای بزرگ،
اینها بدین وجه نبود که اینها میگویند یک زبان ایلومند هم داشتن و بعد آمدن این رو تأمین دادن به کل جهان، این موضوع جاهلی رو. چون با این متعصبین مسلمان صحبت بفرمایید خواهند گفت که کل بشریت در جهل و زلالت بوده است تا ظهور اسلام. یعنی مدنیت هند و چین و ایران و روم و یونان و اینها یک سره اینها زلالت بوده است اینها. و اما وقتی ما نگاه بکنیم در میابیم که به هیچ وجه من الوجود جاهلی نبوده. عرض میکنم که مردان خردمند به اینها بسیار زیاد بوده، هم در مکه و هم در مدینه، و اینها در واقع اهل تساهل بودن، اهل تحمل دینی بودن. یعنی در همین مکه معظمه امروز که همین مناسک و مراسمی که امروز مسلمانان انجام میدهند اعراب اون روزگار انجام میدادن. اینقدر هست که فرض کنین نوع دعا رو تغییر دادن. یعنی عربی میدوید و میگفت یا لاف یا عزا، حالا شده است یا الله مثلا عرض میکنن. اینها 360 بت در خانه کعبه داشتن این قبایل که بعد ماهای حرام رو شمشیرها رو به کنار میانداختن. روزگار صلح آشتی بود، روزگار برابری و برادری بود، روزگاری بود که اینها میامدن و حتی کوچه نمیدونم حیوان رو نمیازردن و میامدن اونجا، البته قربانی میکردن برای این بت‌ها. مقصود این که خشونتی نبود یعنی روزگار. و بعد بازارها بود، بازار اوکاس و چند بازار دیگر خرید میکردن. در اونجا فستیوال شعر بود، شعرهای بزرگ عرب از قصاید خود رو برای ناقدان سخن میخواندن و اونها در واقع بهترین قصاید رو عرض میکنم انتخاب میکردن به عنوان بهترین قصیده سال و به دیوار خانه کعبه میآویختن. عرض میشود که فکر میکنم چند قرن بعد یک شاعری حالا از طریق طنز میگوید که ای باد صبا بگو به جامی که ای دزد سخنوران نامی، دزدیدی اشعار کهنه و نو از سعدی و انوری و خسرو، اکنون که سر حجاز داری و آهنگ حجاز ساز داری، اشعار زهیر فاریابی در کعبه بدزد اگر بیابی. یعنی که داستان خیلی مشهور بوده، برابری نامی آمدن و هیچ جنگ مذهبی و تعصب دینی دیده نشد با اینکه اینا بت‌های متفاوت و قبایل متفاوت بودن. و بعد که اسلام بروز و ظهور کرده و معابد اینها رو خراب کرد، و این شگفت‌انگیز هست که وقتی شما انتقادی بکنیم میگن آقا به دین مردم چرا توهین میشه و اینها، اینا توجه ندارن که اساسا گسترش اسلام با تخریب معابد بوده و کشتن مخالف بوده. من تعجب میکنم از این سمی که در بدن ما رفته و حاضر نیستیم یه قدری این استدلال‌های عقلی رو درست به کار ببریم. با تخریب معابد و در عربستان اون روزگار اگر ما اندکی مطالعه کنیم در این باب در بیابیم به واسطه آزادی فضای دینی از همه عرض میکنم اصحاب ادیان مختلف ما در اونجا داریم، این که میامدن معابد میساختن در اونجا. ما اندیشه های هندی، اندیشه های ایرانی، زرتشتی، مانوی، مزدکی و اندیشه های یونانی و یهودیان که خب سالها بود در اونجا بودن، چندین قبیله بودن، و مسیحیان همه در اونجا بودن و اینها با مسالمت میزیستن. ما هیچ نشانه های تعصب نمیبینیم تا پیدا شدن اسلام که عرض کنم که اینها رو یک پارچه کرده است و گفته است هر کس مانند ما نیست بر ماست. به همین دلیل هم هست که ما امروز به لغت کفر و کافر نگاه کنیم در واقع معنی غیر مسلمان میده، که اون هم البته تقسیم بندی دارد که کافر یا کتابی است مثل یهودی و مسیحی، که البته استثناء قائل شدن زرتشتیان را اهل کتاب اعلام کردن، و بعد یا کافر حربی. یعنی این که حربی یعنی فرض کنید که مثل هندوان و مردمان ژاپن و چین و اینها که اینها به الله اعتقاد ندارن، خدایانشون کاملا زمینی هست و رنگ عرض کنم که برکات زمین رو بیشتر داره تا به آسمان، اونها رو که ما واسه حرب بکنیم تا بکشیم اونها رو. به صراحت امروز هم آخوندها در این رساله هایی که می نویسن مثل همین تحریر و وسیله خمینی و اینها می گوید که ما اینها رو باید بکشیم، مگر اینکه اینها مسلمان بشوند، وگر مثلا راهی جز این ندارد که ما مردان اینها رو بکشیم، زنان اینها رو ببریم بفروشیم. و عرض می کنم که به همین این وضعیت رو عرض کنم به وجود آوردن و تعداد اندکی یهودی باقی ماند که اینها رو به بردگی کشیدن. یهودیان خیبر رو در واقع از این یهودیان که بودن یکی پس از دیگری اخراج کردن. بنی قریظه رو گودال ها کندن، 750 مرد داشتن با یک زن، اینها رو در گودال هایی در بازار که محل نشاط و خرید و فروش بود
سر بریدن با تیغ مولا علی و عرض میکنم که زبیر اینها رو سر بریدن و زنان اینها رو برده کردن. مانده بود یهودیان خیبر که هیچ گونه ارتباطی با اینها نداشتن، 3 روز راه بوده تا مدینه، رفتن اونجا و کشتار کردن. و چون زمین های زراعی خیلی زیادی داشتن و حاصل خیز بود، اینها رو برده کرده بودن که اینها کار بکنن و در واقع 50% بدهن به اینها. و بعد هم دستور آمده است که این یهودی ها رو هم از اینجا بیرون کنید. یعنی بعد از عمر هیچ یهودی دیگر در جزیره العرب هم نبود. این که حالا میگوید این مولا علی برای یهودیان چا میکنده و اینها، از زمره دروغ های شیعه است. در روزگار علی یهودی وجود نداشت که این آقا براش نمیدونم چاه بکنه. این است که عدم تحمل رو و دیکتاتوری الله رو اسلام آورد و اون بزرگواری های عرب، مهمون نوازی های او و شجاعت های او، و عرض می کنم که افتخار به اجداد و عرض می کنم که پناه دادن غریب و ای که اینها فضیلت های قبیله اینها بود، رفته رفته از میان رفت. و یک سخن جالبی عمر گفته است که به حقیقت پیوست، و اونی که وقتی که تاج کسرا و لباس خسرو پرویز و اون گوهرهای تابناک رو اینها سرقت کردن و بردن اونجا، عمر وقتی اینها رو دید بسیار گریست. گفتن این امیرالمؤمنین چرا گریه میکنی؟ گفت این چیزها که من میبینم بین ما خون، در واقع فساد و نفاق، یعنی در واقع طمع مال، اینها رو در واقع به طمع مال و جاه مردمان خونخواری از اینها بیرون آمد، نظیر حجاج ابن یوسف ثقفی و بسیاری از خلفا که تاریخ نظیر اینها رو کم به یاد داره. مقصود این که و نگفتنی است که بیشترین مقاومت رو در برابر اسلام اعراب کردند. یعنی بعد از 13 سال دعوت جمعا 60 تا 70 نفر مسلمان شدن. و بعدم که مدینه محل در واقع تروریست شد و اینا شروع کردن به غارت اموال، از تخ گرفتن بر قریش و کاروان ها رو می زدن، اینا آمدن و به زور مکه رو دستگیر کردن. اینا هم از ترس مسلمان شدن. بعد از رحلت بنیانگذار اسلام اعراب باز برگشتن به دین اجدادی و از دادن زکات که بر اونها تحمیل شده بود، یعنی باج، اینا سر باز دادن که 11 لشکر جناب گزارش طبری به سرداری خالد بن ولید و سایر سرداران فرستاد. اینا قتل عام کردن، بعض قبایل رو قتل عام کردن چون صدای اذان نمی‌شنیدن، دستور ابوبکر بود. مقصودی که اینها بیشترین مقاومت ها رو در برابر آیین اسلام کردن، اما شکست خوردن و تسلیم شدن. و عرض می‌کنم که همونطور که عرض کردم این فضیلت های بیابانی هم و قبیلگی که داشتن، اینا هم رفته رفته از بین رفت و یک حکومت ظالمانند، در واقع این امپراتوری که در بغداد تشکیل شد، اینها امپراتور چگونه عرض کنم نبود که بر پای خود ایستاده باشد، از طریق غنیمت و زکات و اگر ما جمع‌بندی بکنیم اون چه مقدسی گزارش کرده است ابن خلدون، ثروتی که از ایران به مدت قریب 600 سال به اونجا رفته، اساسا شگفت‌انگیزه که هرچی ملت کار بیکردن. و رفته رفته میخوام خدمتتون عرض کنم که مملکت ما فقیر شد، خون ما رو اینها مکیدن تا سال 656 که یک کسی آمد که در واقع از اینها بسیار نیرومندتر بود و دستش با شمشیر برای زدن گردن خلیفه بالا میرفت. چون دست ما هرگز برای عرض میکنم که زدن گردن خلیفه نتوانست بالا برود. دلاورانی مانند یعقوب و بابک خرمی همه ناکام شده اینها، اما مغول این حرفا رو نمیفهم. امروز هم دست ما میلرزد که این شمشیر رو به قول اون عرض کنم مطهری ملا برای زدن گردن اینها بالا ببرید، به جهت اینکه در اینها خدا و رسول و پیغمبر، این جانیان آقای مفتی گرامی، خیلی شگفت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه داستان ما مردم، خیلی خیلی شگفت انگیز است که این مملکت ما رو غارت کردن، بزرگواری ها رو ما رو از میان برداشتن و 600 سال هم ما به اینها کار کردیم و اینها خوردن. و امروز ما در واقع ما رو نوکر میگفتن موالی، و این همه تأخیر تاریخی در این قرون متمادی، امروز ما بر سر قبر همونها مینشینیم و گریه میکنیم. این سخن از کسروی است که گفت، عرض میکنم که وای بر ما که بر گور دشمنان میگریم و از اونها طلب مغفرت میکنیم، پنداری ما گناه کردیم. به این مطلبی هم که شما اشاره فرمودین که زن چنین است و چنان است، یک کتاب بسیار مفصلی هست در باب همین زن در جامعه اسلامی، اینها واقعا خوندنی است آقای مهری گرامی، که
وقتی که یک دختر به دنیا میاد در این قبایل اسلامی چگونه رفتار میشه و وقتی یک پسر به دنیا میاد چگونه رفتار میشه. یعنی اون که پسر که به دنیا میاد اینها این رو لباس دخترانه میپوشن که چشم نزنن و چی نکات خیلی خیلی ظریف. و بعد نویسنده میگوید که اینها پدر و مادر و دایی و خاله و اینها مرتب به این که این پسر هست و نر هست به او اشاره میکنن و عرض میکنم عضو جنسی این آقا رو بچه رو میبوسن و اینها. میگوید که در ذهن یک عرب مسلمان امروز وقت رفته بزرگ میشود گمان این گمان قوت میگیرد که همه جهان به وجود آمده است که حس جنسی این آقا رو راضی بکند. این است که میبینیم که اینها راه میفتن. این عرض کنم همین شیوخ عرب پشت سر اینها حرمسرا 4 نفر، 6 نفر، 10 نفر لباس سیاه به تن کرده و این در واقع چگونه عرض کنم اموال منقول خود رو پشت سر میکشه. و این سخن که اسلام آمده است و قوانین زن نمیدم چه کرده است، اینها مغالطات بسیار بسیار بیمزه است. آقای موری در اون روزگار راه باز بود، اما وقتی که این قوانین الهی به صورت احکام جزمی بر جامعه حاکم شد برای ابد این در واقع زن به عنوان جنس درجه 2 و جز اموال منقول مرد به حساب آمد. اینا مطالبی است که واقعا بایستی مطرح بشه و گفته بشه. نقل که بزرگان دین کردن نظیر مولا علی که میگوید زنان عقل ندارن و عرض میشود که با اینها مشاورت نکنید، در واقع همونجا دارد به اون حضرت فاطمه که ما 20 روز براش تعطیل میکنیم توهین میکنه، به مادر خودش داره توهین میکنه، به خدیجه داره توهین میکنه. و علتش هم این بود، البته من میدونم علت این که علی دشمنی با زنان داشت چه بود، به جهت اینکه بعد بس کشتارهای نابجا میکرد در جنگ بعد وقتی که آمده است دید که همه زنان گریه میکنند، میگوید خفه کنید این زنها را، اینا چه میگویند. یا در موقعی که باز در جنگ دوم با معاویه که البته سر نگرفت، این که سوار کرده است این چندین هزار عرب که برود، رفته است این بیچاره این از خوارج رو قتل عام کرده 4000 نفر و بعد سپاهیان گفتند که ما شمشیرهامون کند شد، تیرهامون تمام شد، ای امیرالمومنین اجازه بفرمایید ما برویم و در واقع شمشیرها رو تیز کنیم. اینا وقتی که وارد شدن زنان گریه میکردن و بر سر میزدن که شما چرا فرمان علی میبرید، چرا برادران خود رو میکشید، چون کسان کشته شده بودن خیشان اینها بودن، همبازی های دوران بچگی. و این شیون زنان و گریه و واویلا سبب شد که هیچ کس فردا مولا علی سوار اسبش شد و هرچه فریاد کرد هیچ کس نیامد که با او برای جنگ دوم معاویه برود بعد از حکمیت. این است که ایشان در نهج البلاغه به کرات و مرات به زنها تاخته و آنها را بیعقل و نادان عرض میکنم جلوه داده. این فرهنگ ما هم که فرهنگ البته تشیع هست و امام خدایی هست و این سخنان سبب بر روی هم احکام قرآن و فرمایشات صحابه و اعمال اینها سبب شده است که این قوانینه که خدمتون 2-3 موردش رو عرض کردم امروز بر جامعه ایران حاکم بشه. آقای موری گرامی ممنونم. آقای مشیری اطلاعات بسیار لازمی بود و راستی امیدوارم هموطنان ما در واقع توصیه که مخلص دارم این در واقع در باب نوجوانان ایران این هست که ما از سبب که به اون چه میشنویم اعتبار ندهیم و این سخن ملایان و این سنتی که بر ما حاکم شده است که این عرض کنم اسلام یک چیز کامل و جامعی است و عرض شود که از آسمان ها آمده است، ما کاری که باید بکنیم داستان را از سرچشمه بگیریم، از سرچشمه، از لحظه پیدایش. اونجاست که ما میتوانیم انگیزه ها رو دریابیم و بتوانیم علت تضادهای آشکار قرآن رو که اینا ناسخ و منسوخ میگن چون چاره دیگری نداشتن، اون چه در مکه آمده است و مدینه و عرض میکنم اون چه متشابهات و محکمات میگن و اون چی در باب زن گفتن و اون چی در باب غنیمت گفتن و این احکام خشن که 527 بار عرض میکنم آیات قرآن که دعوت به خشونت میکنن بیشتر از 527 بار هست. اینها رو از اونجا بگیریم و نگاه کنیم که اینا چگونه میزیستن، این بزرگان اسلام در مدینه از کجا میخوردن، یعنی رزق اینها از کجا بود تا از من المستعصم بالله امیرالمومنین آخرین امیرالمومنین ما ببینیم اینا چگونه زندگی میکردن. آیا هیچ کدام از اینا هرگز کار کردن؟ آیا هرگز دستور کار در قرآن شریف هست؟ یک بار اسم کارگر در قرآن نرفته جز جایی که میگوید کارگر استخدام کنید خیلی سالم و قوی بایستی باشه.
یک بار با اینکه تجارت کار بزرگ عرب بود عرض میکنم و کشاورزی که به خصوص در حوزه مدینه و یمن و اینها، یک بار واژه کشاورزی در این قرآن نرفته. هیچ دستور کاری در تجارت، با اینکه خود بنیانگذار اسلام تاجر بود و برای یک تاجر بزرگ عرب کار میکرد، هیچ دستوری نیست جز عرض کنم که خشونت و مبالغ احکام که از یهود گرفتند و عرض شود که هیچ چیز تازه هم در اونجا نیست جز زکات و جهاد و التقاطی کردن از در واقع دین یهود و آیین زرتشت و این مبالغ فرهنگ عرب. ما اینا رو از اونجا باید بگیم چگونه میزیستن؟ آیا تمام کسانی که آیین‌ها کشتن اینها باید کشته میشدن؟ چون ما وقتی بچه بودیم در اون محیط عرض میکنم سنتی که بر روی هم لایه های خرافات سنگینی در واقع سپر فولادین پیدا کرده بود بر ذهن ما، خوشحال میشدیم که مثلا کفار سر میبریدن. هیچ گونه سمپاتی در دل ما در باب این نبود که خب این کفار که بودن، چه میگفتن، این خوارج که بودن، چه میگفتن. یا فرض فرمایید که اینهایی که با ترورهای سیاسی کشته شدن که یک زن در میان اونها بوده و چند مرد فرزانه عرب شعرا که میکشتن، اینا رو چرا کشتن؟ و اساسا ما این لغات و مصطلحات بسیار بسیار شیطانی و ضد بشری که وارد زبان شیرین و بالای فارسی شده است، مثل همین لغت کافر، مثل لغت محارب، مثل لغت ترکیب مفسد و فلعرض، مثل باقی، مثل نمیدونم زندیق، که اینها برچسب های در واقع غیر انسانی بود که برای از بین بردن غیر خود به کار رفته. چون یکی از عادات اسلام هم این بوده است که نام هیچ کس رو به نیکی نبرده. یعنی میخوام عرض کنم که عرض به یهودان به توهین جهود میگفت و عرض کنم که به نصارا و به ما گبر میگفتن و بقیه جهان هم که کفار بودن و هر کسی هم که مخالفت میکرد یک همچین لقبی برای او در نظر میگرفتن. میگفتن که مثلا آرزوی عرض میکنم در ابن هشام خوندم میگوید که یکی از آرزوی های پیغمبر اسلام این بود که یکی از این دو تن مسلمان بشوند، ابوالحکم یا عمر. ابوالحکم بعد عمر البته مسلمان شده. ابوالحکم چون نقد میکرد و بسیار مرد باهوشی بود، داره عقل استدلالی بود، ابوجهل به او گفتن و امروز هم میگوین ابوجهل و حتی یک چیزهایی رو هم نام گذاشتن هندوانه ابوجهل، حنظل و اینها. این است که این برچسب‌ها، این واژگان تا زمانی که در فرهنگ ما هست. ببینید مثلا در آمریکا در این 38 سالی که من هستم هرگز به زبان انگلیسی من واژه کافر رو نشنیدم، واژه تکفیر رو به انگلیسی من نشنیدم آقای موری، چون اینها از این فرهنگ بیرون ریخته شدن، موردش چون وجود نداره واژه‌ش هم به کار نمیره. اما متاسفانه در تاریخ امروز ایران این واژگان غیر انسانی، این مصطلحات واقعا عقب افتاده فاشیستی مثل محارب با خدا و مفسد فلعرض، اساسا ببینید به جهت اینکه کسانی که دشمنان اسلام نامیده شدن هیچ گونه جرم و جنایتی علیه اسلام نکرده بودند. خب ما در تاریخ جرم شناسی جهان ما میدانیم ما سه نوع جرم داریم، یا خلاف هست یا جنح هست یا جنایت. خب هر جرمی مطابق شدتش طبقه بندی میشه زیر این سه عنوان. در هر کشوری در جهان همین از هموارم همین جور بوده. اما اتهام های غریب و واهی مثل محارب با خدا، مثل باغی، مثل مفسد و فلعرض، شما تصور بفرمایید، فکر بکنیم در باب این مفسد و فلعرض یعنی که به نظر من آخوندها مفسد و فلعرض هستن چون در زمین دارن فساد میکنن، به نظر اونها هم حتما آدمی مثل من حتما مفسد و فلعرض هست. یعنی این که این رو اختراع کردن تو کسی رو که دوست نمیدارن چنین واژه‌ای رو چنین اتهامی رو وارد، یعنی وارد تاریخ جنایت جهان و حقوق جهان عرض کنم که جزایی جهان اتهامات جدید وارد کردن در همون روزگار مدینه. مفسد فلعرض و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. هرچی ما میگوییم آقا این مخالفه به مطلوب، هرچی ما به اینها میگوییم آقا در زمین فساد نکنید، میگویند که ما مفسد نیستیم مصلح هستیم. یعنی یهودی ها اونجا که نقشه کشیده بودن که یهودیان رو از میان ببرن برای اینکه در واقع یک زیربنای شرعی قرار بشوند، اینها آغاز شده است از سوره بقره، همین آیه که خدمتتون خوندم، نخستین بار است که در اونجا مفسد فلعرض به کار میره. و امروز چه مایه
مردمان بیگناه مملکت ما رو، حالا یا افسر بودن یا تاجر بودن، عرض کنم اینها رو به نام مفسد و فلعرض اینها محکوم کردن و اعدام کردن، محارب با خدا و گروه بچه مجاهد رو زیر فتوای باقی از بغی، اینها که فتوای باقی بسیار بسیار عجیب هست، مثل این که مادرش رو بزنید، پیرزنانشون را بزنید و مردان را جلوی مقابل چشم کودکان بزنید و توهین کنید، استخوان‌هاشون را بشکنید و زخمی‌ها اینها رو به بیمارستان نبرید. اینها در واقع فتوای باقی هست که این آقای جنتی و اینها صادر کردن برای بچه‌های مجاهد داخل و بیرون از زندان. یعنی اینکه وضعیت به وجهی بسیار 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 شدید و بسیار بسیار عرض می‌کنم که پلید در جامعه ما مشغول است. حتی در اون روزگار اسلام آدمی مثل عمر نگاه می‌کرد، یعنی اون شعور در واقع داوری خودش رو به کار می‌برد در همین موضوع زنایی که منتسب کردن به مغیره. خب این مغیره مرد بسیار بزرگی بود، از اصحاب بود، دید که اگر گوش بکند به سخن اینا باید این رو سنگسار بکنه. این است که اونقدر سوال و جواب کرد تا یک تضاد پیدا کرد در سخن اینها، اونها رو شلاق زد و مغیره رو آزاد کرد. این است که اینها امروز آمدن و به مثابه دکتر علفی ها که با استخدوس و گلگاو زبان میخواهند بیماری رو معالجه بکنن، اینها مملکت ما رو، چون اولین بارم هست که زور دست اینهاست، در واقع یک آزمایشگاهی کردن برای آزمون این احکام عقب افتاده. من نمیدانم زشتی و کراهت این سنگسار تا چه حد است. آقای مهریک چگونه میشود این رو توصیف کرد؟ چند نمونه نشون دادن، عرض میکنم که در همین تلویزیون اندیشه که زن بیچاره رو چادر رو سرش کردن و تا سینه بالای سینه به زیر خاک کردن و یک مش آدم نادان غافل از اراذل الناس جمع‌آوری کردن، اینها با سنگ‌ها ایستادن و به سر زن بیچاره سنگ می‌زنن. من نمی‌دانم آقای مهری قضاوت آیندگان 100 سال از امروز 200 سال در باب ما ایرانیان، مردان ایران، فرزندان آریوبرزن و کوروش یعقوب که در این دوره زندگانی می‌کنیم چه خواهند گفت. بابا ممنون آقای مشیری، بار دیگر به راستی مطالبی گفتید که تا عمق وجود آدم تأسف به بار میاره، ولی در یک زمینه آقای مشیری، اونجا که بحث عصر جاهلیت بود، عصری که به گفته ملایان ما در بچگی میشنیدیم دختران رو به محض تولد میگرفتن و میکشتن و به گور میسپاردن، در این عصر از دیوار کعبه قصائدی آویختن همان گونه که اشاره کردیم. من ترجمه اینا رو خوندم و اینقدر زیباست آقای مهری، عجیبه. در واقع بسیاری بر این هستن که قصائد روزگار به واسطه سادگیش و نزدیکیش به طبیعت از درخشانترین نوع ادبیات عرب هست. بفرمایید، ببخشید قطع کردم. نه خواهش میکنم، همین من خواستم اتفاقا بگم از درخشانترین کلام والای عرب هست، سلیسه و با طبیعت درامیخته و از طبیعت برآمده است، آفرینش هنری کمانندیه واقعا. بس در چنین دورانی جاهلیت، در همون روزگار ناقدان سخن بسیار بودن. یکی از این ناقدان سخن همین عمر بوده که فرض کنید که یک شاعر رو به شاعریگر ترجیح میداده و دلائل میآورده، و ما یک کتاب داریم به نام نبرد سفین. اینها همه اهل فضل بودن، بزرگان اینها. عمرو بن عاص شاعر بوده، عرض میکنم معاویه چه شاعر و ادیبی بوده، یزید پسر او شاعر و ادیب بوده، عرض میکنم که اشعث قیس کندی نویسنده و شاعر، بیشتر این مراسلات اینها با اشعار بسیار بسیار فصیح گفته میشد و اینها در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم هنر رو بسیار دوست میداشتن، موسیقی رو بسیار بسیار تکریم میکردن و تعظیم میکردن. موسیقی دانانی مثل عرض میکنم العشا که سناجت العرب گفته شده، یعنی چنگ زن عرب که گویا از ایرانیان یاد گرفته بود، به واسطه اینکه آوازهای زیبا میخواند و چنگ زیبا میزد و شاعر بسیار بزرگی هم بود، العشا میمون قیس، اینها بسیار مورد لطف اعراب بود و دوست داشتن اینها.
اینگونه نبوده است که ما تصور میکنیم و به ما گفتن همونش که فرمودید که اینا جاهل بودن و روزگار جاهلی بود است و اینها و اسلام آمده است و تا اونجا که به خشونت مربوط است به ما گزارش کرده است. فکر میکنم ابن عسیر تحقیق خیلی خیلی مفصلی کرده در نخستین مجلدات تاریخ خودش جنگ های دوران جاهلی عرب رو که من بیزارم از بکار بودن واقع جاهلی آورده. بیشترین آدم کشی ها که جنگ بوده است بین قبایل مثلا 30 نفر کشته شده یا 20 نفر، اما وقتی که اینها ارگانایز شدن به صورت یک ارتش منظم در آمدن، در یک مورد در همین نبرد سفسین که بین معاویه و علی اتفاق افتاد میگویند 70 تا 80 هزار عرب کشته شد، در جنگ جمل قریب 30 تا 35 هزار نفر کشته شد و خونریزی در این جزیره العرب. عرض میکنم که به مراتب زیر سایه اسلام و این داستانی که وجود آمده بود فزونی گرفت. واقعا جواب این خونهای ریخته رو چه کسی خواهد داد؟ آقای مهدی گرامی، ما چگونه اینا رو توجیه میکنیم؟ این است که ما باید این دروغهای تاریخی رو به کنار بگذاریم و ذهن رو خالی کنیم از اون چه شنیدیم و گام به گام خیلی آهسته بدون اینکه تعصبی ببرزیم در واقع از هر دو سو، یعنی مثبت و منفی، نگاه کنیم ببینیم آقا این چه و پیامدهاش برای جامعه انسانی چه بوده، برای مسلمانان چه بوده و جامعه مسلمان امروزی داره چه وضعیتی در جهان هست. حالا من وارد آمارش نمیشم که به لحاظ جهالت شاید 90 تا 99 درصد جامعه مسلمان شاید بی سواد باشه با استانداردهای غربی و این جامعه 1 میلیارد و 400-500 میلیونی جمعا 600 دانشگاه داره که اینا همه دانشگاه های بسیار بسیار عرض کنم که درجه پایینی هستن، در حالی که در هند کافر 1 میلیاردی بیشتر از 7000 مؤسسه آموزشی و دانشگاه خوب هست. هند کافر حربی. بله کافر حربی، یعنی زیر عنوان کافر حربی دست جنایتکاران رو باز گذاشتن که اینها، یعنی در واقع این دیواری که بین انسانها کشیده شد با این سخنان که فرض کنین من مسلمان هستم پاکم دیگری نجس هست، اینها آدمهایی مثل تیمور لنگ، مثل محمود غزنوی، اینها ببینیم در هندوستان چه کردن از خونریزی که این محمود که سلطان قاضی نامیده میشد و بسیاری از پادشاهان ترک، اینها اسلام رو به هندوستان بردن و اینها خون در برای دین میریختن. ایرانی هیچگاه من نشنیدم که در جنگ دینی شرکت کرده باشه، یعنی ایرانی، و اینها در هر حمله عرض کنم که گزارش های کشتگان بیچاره هندوان 100 هزار و 200 هزار و اسرا به 300-400 هزار و اینها رسیده است که اینها مردمان آزاد و بیگناه رو زیر عرض میکنم که نام اسلام و احکامش اینها اسیر میکردن و میامدن در این بازارهای سمرقند و اینجا و نشابور و اینها میفروختن و برده هندی با قیمت خیلی خیلی ارزان. گزارش های بیهقی رو اگه بخوانیم و عرض میکنم که مورخینی که در باب محمود بشتن در میابیم که اینها چه خونریزی ها کردن زیر همین عرض میکنم که دین. و امروز هم شما عرض کنم با بعض این مسلمانان افراطی، البته مسلمان بسیار بسیار خوب در هندوستان و اینا هست، اما وقتی صحبت میکنین با افتخار تمام از محمود صحبت میکنن که چقدر هندو میکشته و محمد قوری یکی از خونخوارانی بوده است که از شمال افغانستان داخته. به همین دلیل هم هست که فرض کنید پاکستان که هیچ هویتی جز اسلام ندارد اسم موشکهاشو گذاشته قوری. باور میکنید که این بیشتر باز هندی ها رو تحقیر بکند و اینا. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که نه تنها به انسانیت کمکی نشده بلکه چهره انسانیت رو این تعصبات و این دستورات خراشیده. آقای مهری مخدوش کرد. آقای مشیری عزیز خسته نباشید، خیلی ممنونم ازت. شما آقای مهری، شما خیلی سپاسگزارم از هموطنان گرامی که همواره مرحمت داشتن و سپاسگزارم. خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید.